صفایی شهر. دپاک الله پنامه. السلام علیکم. صفایی شهر خبرانه ده. ده خبرانه موضوع ده شهروالی استونزیدی. یک سلام خدمت تمام کسایی که بارمان فهم استن. امروز سه شنبه است و نوه اسد است و 31 جولای است و تابستانم بخیر. هوا سرد شده امشب. یک کمی خوب شده ولی از طرف شهر. انت خوش آدمه. یک خمه. با امید از اینکه امروز با برنامه شهرداری آغاز کرده باشیم، اما وضعیت امنیتی در کل، در مجموع و به خصوص در شهر کابل شکایات فراوان است. از پل قنداری لوگر شکایت میکنند که جوان عبدالسلام از موتر مخالفین تا میکنند، در روی سرک پیش روی فامیلش ضربه میکنند، در فرق سرش و اولادکش در روی میدان میمانه و بعد از او سیاسرش از موتر کش میکنند و چی میکنند. ایره باز از قماندان امنی لوگر پرسان میکنیم که وضعیت دین روز شام در پل قنداری چیگونه با وقوع پیوست و این مردم ها کی هستن که هر روز میگن مبرن دمو ساعت و محترار را تلاشی میکنن و افراد منصوبینه که در دولت کار کنه یا در قوات های امنیتی کار کنه اونا را از موتر پایین میکنن. این موضوع را پرسان میکنیم. سیما جان پرسان خواد کرد که در طرف دوغابات کابل باز چی گپ شده؟ دو پلیس هم میگن به ضرب کلوله بستن. یه موضوع را پرسان میکنیم. موتر بردن در شهر کابل میگن که زیادتر شده و روزانه از 4-5-6 تا 10 موتر از شهر کابل ربوده میشه. موضوعات امنیتی و تهدیدات امنیتی در کابل روز و روز اضافه تر شده میره. موضوعات است که در این برنامه فیرهای پراگنده خواست خواه بخانم اون فرما فیرهای تا خصوصا چل ستون گفتن که هر شب صدای فیر شنیده میشه و مردم تا صبح از ترس خوانه میکنن و یک جای دوگام گفته بودن طرف شهرک خواجه‌رواس. بله. گفتن دیشب بسیار صدای فیر بود. فکر میکنن که فقط کودتا باشه. یک فیر بود. از حوزه 15 گفتن بپرسین که بله. چی بود. یعنی نزدیک قصبه. بله. دیگه موضوعات هم که شما خبر دارین لطفاً با ما در میان بگذارین تا ما یک دفعه وزیر صاحب تکان بتیم که به خود بیایه و موضوع را ببینه که وضعیت امنیتی چرا در ولایت خو خراب بود، حالا در مرکز روز به روز خرابتر میشه و مردم شکایت میکنه. برادر مقتول هم پیدا شد و تا لحظات بعد سخنهایش خود شما شنیدین که بله که چگونه به قتل رسیده و چگونه پیسایش کیا به تاراج بردن و این موضوع هم خیلی تکان دهنده است. شماره تماس از 0777-9818-1 0799-22-22-29 به 456 پیام بگذارین، کلید 615 فشار بدین، پیامتان به ما میرسه. صفحه شهر سرمان فهم بفرمایید. سلام علیکم. سلام و صبحتان بخیر. بخیر هستن چی هم برن؟ بخیر و بافیت روزتان بخیر. دانشجو سر باید مشکل داشتم نمی سرک نو چستو نمی دباره آب همی یک سر سیشن جو شده شخصی یا به در خودم مرخ باشه هم امو خانه 13,000. بله نه دم خود سرک نه یک بر سر سیشن میگه که او توضیح میکنه در مقابل 13,000 افغانی میگره فی خانه. بله همین دیگه مخصد سرک ما هم سبستشن ما جدید شده این را سوال که پسان که نیست خانونیست غیر خانونیست با دینه روز رئیس آبرسانی جواب نگفته. امروز باز هم برشان زنگ میزنیم ببینیم که در این چی گپ است. یک رقم در سرک های عمومی در پیاده روا. سلام و صبحتان بخیر. سلام و صبحتان بخیر. سلام علیکم. دوست یارمان هستم. مهربانی قربان. بله سلام علیکم. نماین صاحب مهربانی باشین. دیتا قلعه 4 دیستین. امی از طرف امشب یک ورسی بود نیفهم چی بود. باور میکنی تقریبا یک ساعت نیم ساعت یک رقم فایلای هوایی یک رقم فایلای هوایی. ساعت چند بوده؟ ساعت یک بود شب بود. دیگه تنین چارایی چار قلعه یک رقم فایل بود.
یک برادر که بسیار متاسفانه بودیم دخترک هایم بچه هیم خود ما در بیرو برم بدیم فکر کردیم خیلی دیگه طالب آمد یک کدام قصه شد دیگم از این خواهش میکنم که میگیر او فیله یک ناقه دیگه بسیار سرسان از طرف شهر دل آدم نارم میباشد سکوت هم میباشد آزنده و سلامت باشین چارخلا مربوط او زیده میشه یا چارخلای چاردی گفتن چارخلای چاردی مربوط اوسی شش میشه صفحه شهر از هارمان فم سلام و صبحتان بخیر وقتی با ما با تماشید این صدای راژیوی تانا پخش کنیم بله سلام صبحتان بخیر بله سلام صبحتان خوبه سه بله آمیر ابانی سه بفرمایید بله بله سلام که وید الله جان بگو وید الله جان وید الله جان راژیوی تا پخش کنیم صدای ما را بشنوی خب با تاسف بله زمانی که با ما با تماس شدین رادیویتان را پخش کنین اگر میخواین صدایتان را بشنوین چندین ثانیه که ما فرق دارین تا صدایتان دوباره با گوشتان میرسد تلفونتان قطع میشه سلام صبحتان بخیر صبح آقابت شما بخیر باشه دانشوی سب خودت از دیشور سب خیرت است مهربانی سب بخیر و سلامت باشی همین سرک تان و لوگر همین یک پرسان کم روز دادم این شاروان سم که همین چی رقم میشه میگن خط اندازی شده بود دینه روز کارشم شروع شده بود ما چیم راست است یا دروغ هیچ گفی هم نشده خالی از این پیش تان این همی پایپ تیر میکنن همی پایپ زیر زمین میکنن همی پایپ سایپ تیر میکنن کدام کار خونه پایپ چی هست سایپ همی پایپ هاو از فکر کنم از این همی لوگر هاو کش همی یک پایپ کلام تیر میکنم فکر کنم که بخاطر هاو از تک هاو میاره بخود داخل مرکز زنده و سلامت باشین سیما جان این موضوع را پیگیری میکنیم بعضی مردم از آب هم شکایت داره ای را رئیس آبرسانی را زنگ دی یلا بچی میگیره کار تا آجام بزن همی بفرماین سلام علیکم سلام برسد به دانشجو به شما خوب هستین زنده باشین بفرمایید خواره که گلم یک انتخاب داشتیم که به وزارت داخله بگو از خاطر دیگه امر تاکسی را هم بشه بند کرده یه حقوق مردم هست حقوق خود وزارت داخله نمیشه حقوق مردم ها بده که مردم دوشار مشکل هست دین جنجال رو من تا خودم در این سرای دیدم که خانه مخواد از موتر شخصی تا که در سات رو ایش بیاب که در ایش آخر گفت شد در موتر شخصی نرفت اینی مشکل مردم هست ایجا خواهد در موتر داخل شما بتیم ما فهمیدم موضوع تا نگرفتم زنده و سلامت باشین نفهمیدی؟ فهمیدی؟ نه ام موضوع دومش فهمیدی؟ گفت یک آدم خانه مخواد از این موترهای شخصی که تاکسی کار میکنن تا که بود بیاب میکرد که چرا در تاکسی ها نرفتی که در این موتر رفتی یک فکر بد کرده در مقابلش نه بله بله دونوری صفای شهر از آرمان فم از پیش شیشه چه خوبش مانه باشه سلام علیکم سلام و صحبتان بخیر دانشهر تبخی جور بخیره مهربانی قربان ده سما دانشهر صاحب ده پراره او ده سی باگ آل ده ده طرفی دان وی خدمت نکه ای ده سر رقم آل ده از گرون جور شوی ده ای ده سی باگ آل ده سبختون بمکه پا کم زای که فراره او که چارای پشتونستان که بازویتان بر روز یک شنبه تعقیب میشه عبدالقیوم میگه که از شفاخانه علی‌آباد کابل از داخل همی شفاخانه موترهای ما را دزدی کردن از چی؟ از داخل شفاخانه علی‌آباد کابل آی نی چند بار است که با ما میرسه از داخل شفاخانه چطور میبرن؟ دیره پرسان میکنه مربوط حوزه سه میسی ما جا امیره یاد داشت کنید مربوط حوزه سه مربوط حوزه سه حبیب رامش گفته که کانال که دستای خواجه بغرا قرار داده مدت دو ماه میشه که کندانکاری شده کارش متوقف شده و باشنده این منطقه به مشکلات زیاده روبرو هستن صفای شهر از آرمان فم بله سلام علیکم
سلام و صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر. آه بخیر باشین، بفرمایین. نه ببخشین، از ولایت غزنی برام شدیم. همین دنی قسمت سرکی که از قسمت سالار تا غزنی به این توجه کدر نگرفته. سرکات کپ کپ کم بکپر هست. سرکای جور جور هست کپا میکنه حکومت و دستری سرکای کندگی نیست که بیشمانی داده توتا توتا در آسمان هست. امیر توجه شما را میخواییم که به مقامات برسنیم. پرسان میکنیم. امروز روز چست پرسان میکنیم. بسلام. سلام و صبحتان بخیر. سلام و صبحتان بخیر. در صفحه فیسبوک مصطفی مهربان گفته که گفتن که آمرین حوزه های کابل بی‌کفایت هستند. در حکومت کرزی گفتن که حتی یک صدای فر شنیده می شد پولیس زمان خود می رسد. دستای حوزه 15 شاجورا فر می شود و صدای یک موتر پولیس ما نشنیدیم. ولی دیگه سراسری شده. ایره ما چیم چی رقم که کی آدم گپ بزنه، که کی آدم بگویه، که دی فرمانده پلیس کابل هم بگویی ما چیم فایده داره نداره. آدم یک رقم، آدم رای خود گم کرده با خدا. بله. حمیدی هم گفته که در سایه 31 خیرخانه مقابل حوزه 11 تقریبا یک ماه میشه که آب نل دولتی هیچ نیست. نیست آب. بله. او خلاص است. و دیگه گفتن که درباره از شهرداری پرسان کردن که در ناحیه پنجم سرک دیوان بیگی لاچارای سپین کلج می سرک جور نشده، کار شروع میشه امسال یا نمیشه. و در غزنی هم گفتن که چب نیست که جنگ نباشه و صدای فیر شنیده نشه. اما مردم نارام هستن. نصیب دوبل خوشحالی. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. خوبتون دانشجار سب زانجار سیعتمند هستم. مهربانی. از غزنی هستم دانشجار سب. قماندان هم یک حالا که چند نمادم باشه هر شب جنگ، هر شب جنگ، هر شب تلفات داره، هر شب زخمی کشته. حالا باز گفتن که یک ذره وضعیت امنیتی در غزنی، مردم غزنی دین روز بر ما زنگ زد که بهترتر شده. نه شده بهترتر. همین میشم در پوسته دیگریشم جنگ بود، بسیار شده جنگ بود. برسان میکنیم سبانو بچه است. حبیب الله هم گفته وی چه پا جلال آباد خر که توریستان آزاد گرزی عراق چه غواری بخبال عدف بند برید تر سرکوی ملی امنیت پرخ چنیز عملیات نکوی. و زبی الله هم گفته از روزه که سرکای قلعه نجارا الی سرای شمالی دالت ترمیم است تا سرای شمالی یک ساعت نمیرسی، بخاطر که امی کوچی اوزه باز است، مگم دیگه سرکای فرعی همش بسته شده. سلام علیکم. و علیکم السلام. صبح بخیر. صبح شما بخیر. سید یحیی هستم از ولایت قندوز تماس گرفتم. مبنی بر قرارداد مارکت میوه تازه شهر قندوز و از برندش کش چندین بار در برنامه‌تون زنگ زدیم. ولی خوشبختانه همی با کسی که قرارداد کرده بودی شاروال میگه زوری ما به یادم نمیرسه، نگه به زور گرفته. یکی از آمرین زورمن بود به نام آمرمنرم مسئله غیر محصول که چند روزی شده دولت ایمه کرده بوره خلی سلا کرده. نگه ما هم عریضه کردیم به اداره امور، به ارگانهای محل رفته. نگه ارگانهای محل هم دهید تحلیل و سلنگاری میکنه. نگه امیر لطفاً خب یک کار خوب هم میشد که زوردار گرفت. حال داوطلبی میشه در مقابل داوت دانشیار صاحب نگرفته. قرارداد هنوز هم پیش از او آدم از بنام صادق نور میگه و میرانه مردی شریک است که سالانه عواید مارکت 400 لک افغانی سمی مارکت میوید بازه شهر قندوز 20 لک و 30 هزار شاروال را قرارداد کرده. اگر رشوت نگرفته حال او از اقتدار افتیده امیرت بررسی کنند دیگه به طرف خود دولت هم یواید جمعواری شد یا ایست که دوباره به قرارداد گذاشته شد به دو طلبی. دیگه ما در اداره امور آرز شدیم به ارگانهای محل راجع کرده. این امیره لطفا پیگیری کنیم که در اونجا او طرف واقع می شود. امیره از طرف خود مرکز حیات در این شد برسی شد یا همی قراردادای همی چند سال شد بخواهی همیجا برسی شد حیات در این شد برا ببینه با سه روز اوائید یزیر جمعواری کنن که روزی 5-6 لغیر با اوائید این مارکیت است. چطور با 20 لک و 30 هزاری قرار داد کرده؟ اینجا معلوم دار است که شاروال در
تخلف کرده گیش، تخطی کرده گیش، رشوت انگفتی عقص کرده گیش، طرف همه مسئله غیر مسئول، همه خونه شما طرف از واسه طرف واقع می شود. اگر دولت می خواهد که منافع ملی برای هم نخوره، همین جلوش بگیره که مخرزین از عیف و محلی ازی دستش گرفته شود. برسان میکنیم. همین درست. برسان میکنیم. رئیس با آبرسانی تماس ما را جواب نگفتن که مشکلات امرشان مطرح می کردیم. چرا؟ یک دفعه بی که از سمت خود پس نشده باشن. نه. از یک جای دیگه پرسان کو. مشکلات یاد داشتن. خب. شاید در کدام شب گفتن که یک آنسو. آه بسیاری وقت ما اشتباه میکنیم یک آدم از زنگ میزنیم. زنگ میزنیم مثل عامر حوزه هشتم و بچه موزه چندم بود که سیما جان زنگ میزد زنگ میزد باز بالاخره گفت که ما از او سمت حال فعلا نیستم. دیگه اون تو یگان واقع میشه. بله. گفتن که در صفحه فیسبوک گفتن که کار سرک پروان 3 لا 500 فامیلی تقریبا بازسازی شده، خلاص از مشکل جدی که شرکت سرک سازی به مردم خلق کرده. چاره مارکت میوه چاره سرسبزی است که مردم بسیار سردچار مشکلات هستن. گفتن امیره از طریق شاروالی اگر یک کار بکنن. کیروی خط هستن و پیام دگام است که بازم از کوتی سنگی گفتن که بسیار بیروبار است که سبرا زیاد شده، جنایی هم امرایشان دست داره. خب بله در کوتی سنگی دیگه. از کوتی سنگی واقعا بسیار مشکل زیاد است. نتایج کانکور گفتن که بپرسین که روز شنبه روز چست حتما تماس میگیریم و روز هم صحبت کردم. شاپور احمدزای از قماندانی امنی لوگر بخش مطبوعاتی روی خط تلفن هستن. آقای احمدزای سلام و صبحتان بخیر. سلامون تاست استاس دلار استاس طول اوریدون کده ولندکم سر مو بخیر. مهربانی ده تاسو نه. احمدزای صاحب دینروز گفتن که از طرفای شام در پل قنداری کدام موتر مخالفین استاد میکنه و یک بچه که 17 یا 18 سال سن داره با گلوله بستش میکنن و باز خانمش تا میکنن و باز اولادش در روی سرک میمانه و بالاخره اردوی ملی میرسه زد و خورد میشه. خواستیم همین موضوع را از شما پرسون کنیم. بله بخیر باشین. این تو کدام موضوعی صورت نگرفته که اونجا قتل صورت گرفته باشه. این موضوع را ما مطلق رد میکنیم. فضل خدا در لوگر امنیت است. انشاءالله نیروهای امنیتی ما شب و روز تلاش کوشش را دارم که امنیت خوبی را و مردم ولایت لوگر آماده بسازد. انشاءالله بر شما مطمئنان میتیم. این تو کدام موضوع خاصی ندارین. آقای احمد زیانی مردم اشتباه میکنن، دروغ میگن که چی است این قضیه صورت میگیره؟ ما امرای شما گفتیم که این موضوع را مورد میکنه تو موضوع شوادی نگرفته است. امو گپ ما و شما یکی شد. تشکر از شما آقای احمدزای. بخیر باشه. شاپور احمدزای بخش مطبوعات قماندانی امنی لوگر بود که گفتن این موضوع را رد میکنیم. صفحه شهر از هر مال فیم. سلام علیکم. علیکم سلام. خیلی جور بخیری. مننه. میره بانی اوکراین چه مشکل؟ سال این دو کل دولت خلاری کنه ولی میره بانی؟ من در قدر که قمار خانه ازش بازار باشه ازش بازار باشه این تو وقت مکین دست تلاری کونی ولا عربی کنی تماری کونی ولا چه کنتاس کنندن سال نیست از عربی کنی چه دی چه توجه نکره بیان در قصه من در دشکه دوره دی قماری دشکه تانش کنی تغلی چو پیسی و بری نزدی کتا 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 دخل کور نوری چون در من گردست است ادرس تاسو کوم د خپل کله کومانډان دی امنیت سره وغږیږي دا کوم دا موږ ډیر پاله اوسې کومه خلینه حتما موږ کوشش کوو د قندوز کومانډان امنیت سره وغږیږو. ډیره مننه آقای ملک زای رئیس با آبرسانی کابل. آقای ملک زای سلام صبحتان بخیر. السلام علیکم دانش صبح شما بخیر. صبح بخیر و بافیت باشین. در قدم اول خواستم آقای احمد زای پرسان کنیم که امی کسایی که شرکت های خصوصی باز کردن و مثلا در طرف چلستون و ازرخانه 13,000 افغانی جمع میکنن و تقریبا در حدود 200-300 خانه میشه و همه تو زیادتر شده میره، امی یا از شما کدام جواز کار گرفتن یا خودسرانه ای کار میکنن؟ خب
تمام شرکت های خصوصی که در شهر کابل از 60% شرکت خصوصی است که در شهر کابل ارائه خدمات رسانه می کند تحت نظر وزارت شهرسازی هستند و جواز از وا می گیرند و ما تنها او ساحاتی که تحت پوشش شبکه های ابرسانی شرکت ابرسانی هستند اونجا خدمات خدای را می کنیم. بله. در ساحه چلستون فعلا نی شبکه داریم نی سیستم داریم و نی اونجا ما خدمات خدای می کنیم. خواه موضوع آب با کجا رسیده آقای مگزه که بخاطر که میگن که هنوز هم در بسیاری نقاط مثل خیرخانه و یا یک ماشله که آب نیست چی تدابیر گرفتین آب با کدام پاپلاین هم میگن از طریق لوگر به کابل وصل میکنین میشه معلومات بتین؟ به اعتباد حالت موجوده شهر کابل باید بگیم فعلا خدمات قبلا ارائه میشد فعلا شهروندان شهر کابل ارائه میشد در خیرخانه شاید مشکل باشه مگر به مو اندازه که مردم میگه مشکل نیستن تنها به چند نقاطی که از طرف شهروالی فعلا اونجا چون شبکه های سابقه هستن و فعلا سر تعویض از وقت جیران دارن او هم در 3 روز ما کار میکنیم یک روز با شهروندان محترم به سال خیرخانه بینم که اگه ایسی اول هست اگه ایسی سی هست اگه ایسی دو هست برای زاد به شکل نرمال ها توضیح میشه ما با ارتباط آقای باید از طرف لوگر یعنی بند شاتوک باید انتقال داده شود این یک پروژه بزرگ است که فعلا تحت کار وزارت محترم انرژی و آب هستن و بعد از او که اونجا بند ساخته میشه سیستم ابرسانی هم همزمان امرشان کار آغاز میکنه که ساختمانه تصفیه هستن و پلان انتقالی است که 5 سال وقت میگیره انشاءالله دو میلیون کسی شهر کابل ساحه غرب کابل یعنی ناهی 6, 8 و 13 تحت پوشش نمی سیستم خواهد است. کسایی که خودسرانه در پیاده روا در سرکای قیر یا سرکای عمومی چا میکنن این مربوط کی میشه جناب رئیس؟ ما هم یک شرکت دولتی هستیم که از آبهای زیرزمینی استفاده میکنیم و همچنان دیگر شرکت ها و موسسات یا اشخاصی که آبهای زیرزمینی استفاده میکنن مسئولیت آبهای زیرزمینی یا مدیریت آبهای زیرزمینی مربوط ریاست هیدروجیولوژی وزارت آب و برق میشه وقتی که اگر ما ضرورت به افر چاه‌ها ضرورت داشته باشیم ما خود ما مکتوب به ریاست محترم هیدروجیولوژی روان میکنیم بعد از مشاهده ساحات و آنها بر ما اجازه میده و ما مطابق به اجازه نامه آنها به افر چاه اقدام میکنیم جناب رئیس بالا خوب بسیاری مردم خود سرانه کنده میره مثلا در پیاده رو در مابین سرک بله گفتم بسیاری از مردم خود سرانه میکنن همی چهاره خب پدر خوب ملکیت عام هستم که مربوط شهروالی میشه در صورت که یک شخص در پیاده رو میکنه باید ممانعت شان شهروالی بکنه خب مربوط شهروالی است مدیریتش مربوط به ریاست هیدروجیولوژی میشه آه خیلی ممنون زنده و سلامت باشین جناب رئیس به ارتباط مشکلات دیروز ماش کارمندای بالمقطع ریاست اجرایی که 200 نفر گفتن هستن و دوما میشه که ماش نگرفته دکتر سیب مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز صحبت میکنن و مشکلی که از مسجد امام دشت برچی بود به ریاست اجرایی رسید و آقای سکندری رئیس رسیدگی به مشکلات شهدا و معلولین اونا شمارهشان را گرفتن ابرایشان صحبت کردن و شنونده ما دوباره تشکری کردن مشکلشان به خیر حل میشه و کسی که مشکل برق داشت که بله زیاد آمده بود رئیس برق کابل اول گفتن که به حوزه مربوطهشان بره به زون مربوطهشان اگر اوجه مشکلشان حل نشد بیاین ما در خدمتشان هستیم به مشکلشان رسیدگی میکنیم
اسای مرکزی چطور شد که مشکل داشتن به خاطر امتحانی گپا؟ اونا را زنگ زدیم متاسفانه تماس ما را جواب نگفتن و یک دو مشکل دیگه بود که دیروز جواب نگفتن، تبدیل شده بودن رئیسشان از کارمندای قصر سفیدار. چطور شد که گفت ما شما را نگرفتیم؟ با ما ارتباط صحبت میکنن. بله، اتنوی اشری و ارمان فیم و دو پیام هست از 456. رسوا بودیم و رسوا تر شدیم، رسوای انتخابات بودیم و هم رسوای اخلاق شدیم، فساد را تهداب نهادیم و در دنیا اول شدیم، در سیاست خام بودیم و رسوای عالم شدیم. تشکر از حوصله مندیتان. زنده باشی قیوم. دکتر مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روی خط تلفن هستن. آقای رحیمی سلام و صبحتان بخیر. سلام عرض میکنم صبح شما خیر است. همون تو جای به جای زنگ میزنیم کدام موتر آنتندار تیر شد. بله، به ارتباط ماش کارمندای بالمقطعه ریاست اجرایه که دو ماه اجرا نشده میخواستم صحبت کنن. آنتندار هستن کدام جای صدایشان قطع شد؟ بخونه او چیز کار پیام کار دیگه چی گفت؟ قطع شد صدا. هستن روی خط هستن آقای رحیمی. بله سلام عرض میکنم صبح شما بخیر. من میشنم صدا کنم. بخیر و بافیت باشین. ماش کارمندای بالمقطعه ریاست اجرایه را گفتن که 200 نفر هستن و دو ماه شده که ماش نگرفتن. دوستای شما دیروز در یک تماس هم این موضوع را مطرح کردن. بله. اصلا بحث کارمندای بالمقطعه مطرح نیست، بحث یک بخشی از ماشا به خاطر بودجه وسط سال و مشکلاتی که در وزارت مالیه بوده کمی به تعویق افتیده، اما مشکل جدی وجود نداره. بودجه وسط سال از طرف پارلمان تایید شده، انشالله در این روزهای نزدیک تماسی که من با ریاست دفتر و ریاست مالی اجرا داشتم گفتن که ماشا اجرا میشه. خیلی ممنون آقای رحیمی، زنده و سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. دکتر مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه بودن که گفتند امی روزهای اجرا میشه، باز اگه نشد باز ما شما خواستیم. با شما هستیم و با تلفونایتان. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستم برای شرط افتت من گم پنجره. بافیت روزت بخیر. زنده باشیم به نشرت بر بفرگه مرتضا بودم باز دیر و خبرات در شما. والا سلام که بسیار دیر بودم تو باز شنیدیم. به نشرت بر من را بابیم هستم تقاوت از نمیتن برشم وقت از بابه مرام نمیتن خدا رو سینه یک ماسک لالان هستیم. خب بگوین این الان یک ماه میشه از ماهینه تقریبا 9 سال میشه لالان شروع کردیم این کار را گفتم بیاز خونه میتن ما همین 9 سال میشه که از پاکستان آمده میگردیم ایچ نمیشه که کار حل شد. این روز صبح خاطر امون زنگ بگم مثل مگه شما در کجا هست همی بندش کارتان در کجا هست؟ از ماره بدر امی کارت هویتش هست که وزارت دفاع کار میکردن و کارت هویتش هم هست به اون کارت خدا برشون شامل بود مگه تو برو به چی کار کرده بود به وزارت دفاع برش رنگ مالی بود تو برو اصلا وزارت دفاع بر وزارت دفاع که رفته بود به اون برس مالا خود چکره بود اصلا برس مجموم شده سوخ در کسی شده سر بانا برشن نکنم مورا گفتم شما اگر خمشه بخورین برای شما رو تجانتون می رفتن تجانتون در شما گفت هایت کسیم آیا کنم برد چی هسته و قواهی هوایی به اونجا سابق کار میکرد اونجا که رفت بودن به اونجا بر شما گفت کسیم آیا شما سوخ و گوش رو از بعد رفتن مگه اون اطمابه رو خود دولت که نگاه نکنم کشش میکنه که اگر رای حل برش پیدا کنه و باز برتان به می شماره تان زنگ میزنه. سلام و صبحتان بخیر. میشنوین صدای ما را؟ بله سلام علیکم. و علیکم السلام. از کجا گپ میزنید؟ من صفی الله هستم، برادر سامی جان شهید از چاره ترافیک. و شما بسیار خوب مهربانی کنین بگوین این موضوع را، گرچه دین روز از یکی از خویشاوندان زنگ زده بودن و میشه که جریان مفصل تر بگوین که برادر تان چطور بردن چطور با شهادت رسید. بله دانشیار صاحب، قسم در حالتی هستم که گپ زدم نمیتونم، زودونم میگیره. خب به هر صورت برادرم سامی جان یک بچه که بسیار غریب دوز غریب کار که بر یک لغمه روزی حلال ساعت 8 بجه صبح ما برامد میرم به سر برکی سر پیسه مردم سر قرض مردم با فامیل خواهد برای طفلک های خواهد به روزی حق حلال به کار ما برامد
سه تا ناجوان و نامرد که ما برایان دموتر فرونر پیشش میایند که بخبانه از یک $1,500 برای ما میده بده. این برادرم سمه جان $1,500 در چارهی برکی در روبری شفاخانه افغان جرمن سراسی میکرد پیسر برازی ها میتر یا قسمه میباشه که یک بار دو بار سه بار پیش سمه جان میان پیش برادرم یا اعتبار پخته میکنن سمیر در سلام علیکی خود در او گرم میکنن که بشقایی پیسر از ما نخواهد دلار نخواهد بعدم باز افغانی رو بگیره یا سلام علیکی میکنن پیسر ما خودم نبودم شمالی بودم سر یک در جمله دوستا فرق کرده بود سر جنازه بودم من بای پدر جانم یا پیسر که وقتی میگرن از سمیر جان $1,500 پای با فرار میمونن در داخل موتر میخوان که فرار کنن این سمیر جان دفاع از حق خود از پیسه خود به خاطر که سر پیسه مردم کار میکرد یا در موتر خود ویزان میکنه از زیرگیری موتر میگیره بعدن با این نامردان و خرابات های برادرم در داخل موتر سرکش کش میکنن در داخل موتر کش میکنن فرش در داخل موتر پایکایش بیرون که در کنی تفنگچه از اچارایی برکی در فرق فرقه که زده در گلون جزانه قیز زده بالاخره میبرن در اچارایی پروان دو از پروان دو در اچارایی گلوساس برادرم من دازن برادرم سمه جان یک جوان که واقعی در سه چارایی برادرتان کشال در موتر آیا هیچ کس پیدا نشد که حداقل استاد کنن ببینن که وضعیت چرا است؟ همگی دانشجو صاحب همگی میباشن چک پوینت ها می باشد پلیس که پلیس که بازخواست که حکومت کدام دولت برادرم سمه جان از چارایی برکی رک در موتر کش کده حویزان کده جای دروغ نیست جای پود نیست بله بله بله. از سر دکتر شفاخانه افغان جرمن تا محسارک پنشیر تمام مردم تا تیر فروش بیدری فروش کراچیوان همه گی بچش مثل سمه جان میبینن برادرم فکس 40-45 دقیقه داری سرک میباشه که پلیس بازفته مردم ما خودم در او قضیه نبودم بر وقت کامریم به امو مردم که بچشم سر سمه جان دیده بود میگفتن که پلیس سر ترافیک مندازه ترافیک سر جنایی مندازه جنایی سر از این مندازه هیچ کسی حاضر نبود که سمه جان از جایش برداره برادرم به خاطر گکسه لک یا سی و نیم در رفعه که پیسه نخ بشه میباشه $1,500 دوزا میبرم باقی مانده پیسه که سمه جان وقتی که دلار یا هیرو میخرید یک جیبه که مخفی دمی تنبان خود دخته بود کشک دارم دلار هیرو چیزی که نبود دمی تنبانش نبود دمی کشک تنبانش وقتی که دوجه نفتن نمیفهم کسی که رو میبره انتقال میتش پیسه که باقی مانده شا میگرم بغیر از اینکه جای دروغ نیست جای مدقسه پیسه نیستم ولی که سمه برادرم رفته گوشت میلیون لک مرا میدم یک بار موی برادر خود خریده نمیدونم می توقع را ندارم که پیسیش کس برای من بده هیچ پیسیش کار ندارم از دولت این خواهش ماست این توقع ماست که از قراری برادر ما که سمه جان با هزاران شهید هزاران جوان به خاطر 10,000 افغانی به خاطر 5,000 افغانی به شهادت میرسونم سمه که یکی از برادرای که واقعیت گذاره نمیتونم در پیش تلفون چرا دولت قبه توجه است چرا توجه نمیکنه چرا بازخواست ما رو نمیکنم ما خودم و کل این مالا مگ در روبری شفاخانه افغان جرمن در روبری متشهی لاجورد نه کراچی سگره دارم نه کدام زور دارم نه کدام واسطه دارم نه کدام وکیل نه کدام دولت هیچ کسی رو نمیشناسم خواست ما از دولت همی اگه بازخواست ما رو کنن پاپلی نظیر پیدا کنن به جزای اعمال برسانن برادر ما رو سمه جان به خاطر پیسیج به خاطر که مردم ها چه قسم بگویم گلینم به یکی گرد گرفتن نمیتونم سمه جان آرسی کرده بود سمه جان آرسی کرده بله دو تا یک طفل داره یک تا بچه که 4 ساله داره یک تا دختر یک و نیم ساله داره اولادک های بی سرپره هست اولادک های یتیم در کوچه میگردن مرا که دلم درد داده سمی اولاده از یه درد داره دانشی هسته اولادک های یتیم بی سرپره هست مانده چرا باز خواست نیست چرا پرسان نمیکنن ولی یاد خدا قرآن دلم ها در گرفت هش رفت غنیم بگم اولادتون مرقم شهر که تو حکومت داری این چرا رقم باز خواست هست این چرا رقم پرسان هست که دولت این خوب پولیس ماش میگیره چرا در هر چکپاین نیست چرا کجا بودن باز خواست کنن که این پولیس کجا بود چکپاین کجا بود وقتی که بیدن رقم از چرایی برکی رو که کش کرده در فر فرق زده در گلونه کش کرده تفنگ زده در سه چارایی میگردنم این پولیس کجا بود چرا بازخواست نیست چرا پرسان نیست بازامر عوضه یکی از جمله دوستان نمیفهمم که شاید خودم عوضه باشه شاید کسی باشه خود دیمی دوزا باشه که بنام از فامیلای ما زنگ داده که گفته که دو لگرپه افغانی به فامیلش رسیده با والا بلا قسم از کامرید به کامرید شما خانه رو چکنه که مرا 22,000 کلدار $100 کده 50 یورو برام دارین باز خلاص شاید من خود نفهمیدم هر کی پرسان کردم تعقیب کردم که این زنگ کی زده هیچ کس حاضر نیست هر کی میگه ما زنگ نزدیم دانش آموز اینو ما تعقیب میکنیم
از من تعقیب میکنیم. بله دانشجو صاحب، بله. طلوع نیوز هم این موضوع را تعقیب خواهد کرد و تکان دهنده بود. همکارای ما هم. اعلانات بازرگانی. آیا آرزوی برنده شدن سفر بیت الله شریف را دارید؟ فاصله شما تا آرزوهایتان تنها فشار دادن 3 دکمه موبایل است. برای حقیقت ساختن رویاهایتان زنگ بزنید به 456 و شانس خود را بیازمایید. با سوال 456 و انرژی بیگ بیر جواب بدهید تا برنده سفر حج شوید. کدام جای سرزمین ما به نام ام البلاد یا مادر شهرها یاد می شد؟ 1 بلخ، 2 هرات. همین حالا با 456 با تماس شوید، سپس 7 را فشار دهید تا شامل قرعه کشی شوید. نکته: خدمات 456 و 8656 فقط از شرکت های مخابراتی روشن، MTN، افغان بیسی، سلام و وصل تلکام قابل رسرس می باشد. بیگ بیر، قدرت را احساس کن. صفایی شهر. سلام و صحبتان بخیر. السلام علیکم دانشیار صاحب. و علیکم السلام، از کجا گپ میزنید؟ عبدالقیوم هستم از کابل دانشیار صاحب. مهربانی قیوم جان. دانشیار صاحب، به تاریخ 18 سرطان روز دوشنبه بود که ما یک مریض داشتیم، کاکای ما مریض بود. خب. او را بردیم به شفاخان یالی آباد. خب. همونجا بودم، معاینات مولات ما خلا شد، نیم ساعت فقط پیش شده بود که پس اومدیم دیدیم که موتر ما نبود، موتر ما دوزا برده بودن تو داخل شفاخانه. موترتان خود وقتی که داخل شفاخانه پارکینگ داره، اوجا خود دروازش پلیس هم داره نه؟ بله بله دانشوار شد، فقط دمون داخل که شدیم پلیس یک سره کرد، گفتیم سلاخ ندارین، گفتم نه فقط برین داخل شدیم. داخل شدیم نه برین، ما مسئول بود در پارکینگ، نه برین ما اطلاق کردم کاغذ کرده بودی؟ بله بله دانشوار شد، موتر خود قلف کردیم، مریض کاکای ما بود رو بردیم. کاغذ یک اپا برای پارکینگ میتن یا نه؟ هیچ چیز نبود برای ما دانشیار صاحب، هیچ کس نبود، هیچ مسئول پارکینگ نبود دیگه. خب. رفتم تا که آمدیم موتر ما نبود، رفتم به خودمون به شفاخانه گفتیم که چی رقم حال هستی، چی را پس که هیچ مسئول نیستی، یک سری میگفت که نه ما مسئول نداریم، ما تکت نداریم، فلان نداریم. ما رفتم زنگ زدیم به خودمون عوضی سی عمر جنایی صحبت کردیم، آمدیم گفتم که چطور است چطور است، گفت ما پیگیری میکنیم، باش خود زنگ زدیم به کماندانی، با کماندان امنیت صحبت کردیم دیگه. تو بالی ما برای ما اول داد نه قبل از اینکه نه فورنر بود باشه، فورنر بود اونجا. خب کامرا هم در شفاخانه نصب است، باید کامرا را چک میکردن میدیدن. گفتم برای شما، گفت دایی من دایی خودم میخوام دروازه، گفت کامرا ما نداریم، اون طرف کامرا داریم داخل دلیزا و در شفاخانه در اونجا. گفت ما اینجا چی نداریم، کامرا نداریم دیگه. تو کدوادی از دانشجو که داخل شفاخانه موتر ما رو بود، نه پرسان است نه دیگه است، ایران ماندیم پریشی کنین. موضوع شما را سبا که در قماندان صاحب امنیت گپ میزنیم، در داخل پایتخت در داخل شفاخانه مریض خود میبره، موتر خود استارت میکنه، پس ما یک از داخل شفاخانه موتر بردن، باید ایجا پرسان میشد، جویان میشد، کسایی که مزفین از زدان دروازه از و پرسان میشد. از اینا پرسان هم کدن دان دروازه که سالا چیز نداری باز موتر میره. اونو تخت تعقیب گرفته شه و موتر خود به خود یافت میشه. پیام 45. سلام دانشجو صد پری روز که عبدالفتاح احمدزی مصاحبه کردی، اما جمال ما رو مطرح نکردی که چرا اینا 2000 افغانی افزودی معاش متقاعدینه که لیسانس هستن، چرا در سال 97 حواله نمیکنن؟ 2000 افغانی معاش لیسانس ها افزود شده و متقاعدین قرار قانونی کار قابل اجراست. همین یک سوال که خداحافظ سنساری مدیری اونی متقاعد. ایو سیما جان پرسان میکنه؟ و ایدالا فیزی در صفحه فیسبوک گفته که ما من حیث یک انسان حمله انتحاری دیروز در ولایت ننگرهار از طرف دشمن های صلح آرامش افغانستان که در او یک مشر قومی و کاندیده اولیسی جرگه بنام یاد خان اول با 3 تن اعضای فامیلش به شهادت رسید و از مردم میخواییم که در جلوگیری از قسم حادثات با نیروهای امنیتیشان همکاری کنند. بله خانم صلح از امریکا میگه تلویزیونتان صدا نداره. سلام علیکم. نی دیگه مربوط سروری سیب نمیشه نی؟ نه خیلی. سلام علیکم. سلام و صبحتان بخیر. صبح شما بخیر دانشجو. بخیر و عافیت، روزتان بخیر. در این باره دوزار ما یک نظر داشتم، وقتی که همین دوزار میگیره چرا در قانون شریعت اسلام دسته زمین رو نمیبره که مردم از جنجالش خلاص شد. اولا نظرتون به جای است بخود. دوتا رحمت کنن هر مجرمه که
با قتل مردم دست میورداره به خدا دیگه کسر نیافی. قماندان صاحب امنی کابل جنرال صاحب داوود امین روی خط. جنرال صاحب سلام و صبحتان بخیر. سلام در شهر صاحب صبح شما بخیر صاحب مهربونی امر کنید. جنرال صاحب یک رقم وضعیت امنیتی در شهر کابل خراب است که مردم والا بیخی به فغان رسیده. در شهر صاحب رادیو شما رادیو است که واقعا از 6-6.5 میلیون نفوذی که در کابل است با فضل خداوند تمامش نمراتش به شما است. از هر واقعی که در هر جای میشه برای شما خبر میده. هیچ شار به واقعی ها و به جرم نمی باشه. البته این واقعیت است که هم به ما را پور اطلاع میرسه و دوم از ما کدام بیشتر به شما میرسه. این جرایمی که در شهر صورت میگیره شما فکر کنین که ما در تمام شهر 18 18 و 14 ولسوالی به تقریبا 6-6.5 میلیون نفوذ داریم. بله. دانشیار صاحب حتماً یک واقعیت یک جای رخ میده و پلیس در تعقیب واقعیات میباشند که جستجو میکنند تا گرفتاری میکنند و اونا را به عمل سزای عملشان میرسانند. به این ارتباط من این را رد نمیکنم که در شهر ما وقایع جرائم هست در تمام شهرها هست، اما به اون شکلی که شما میگین که در این جرم صورت نگیره و بیخی هم در آرام نه جناب قماندان صاحب یک موضوعی است که مثلا ما شما جناب قماندان صاحب یک موضوع را شما روز اول تاکید کردین که دیگه هیچ فایر در شهر کابل صورت نمیگیره. امیال شوانه در چندین نقطه شهر کابل فایرای پراگنده فایرای ضربه ای صورت میگیره. من اگر کنم دانشیار صاحب. بله. دانشیار صاحب فقط یک مود گشته که در آرشا پتاقی یک سم میارن اینام پتاقی و چیز میکنن. اکثرا مردمی که شاوی سرعت که باشن یا فکر میکنن پیر است. چرا حوزه ها نمیتونن جلوشه بگیرن؟ آیا ای بیکفایتی آمرین حوزه هستک یا میترسن یا اقدام نمیکنن؟ نه فایر نبود. اکثرا همین پتاقی هایی که جشن واری میگیرن میارن دارشی ها استعمال میکنن. اما بازم ما حتی شما باور کنین که او روز در حوزه 8 یک نفر شارم آورده بودن. شاهی که آروسیش بود آورده بودن، پدرش آورده بودن. اینطوری که پلیس اجراعات نمی‌کنه، باز مردم نمی‌بینه که اجراعات شد نشد. اما در ضمن پلیس اجراعات خود میکنن میرن، اما فایر نبوده. اکثر نمی پتاقی هایی که جناب قماندان صاحب دیشب در سایه حوزه 15 مردم فکر میکرد که مخالفین داخل شدن. نه او هم دیرشاو ما میالی عامل حوزهش هم خواستیم، افرادش خواسته که شما میتونین بین امیال در حوزه 15 ببینین که در حوزه 11 ببینین که چند نفر از شاو به مخاطر می پتاقی های آروسی شان آوردن. این وفای رو من رد نمی کنم که فای رو نشده باشه، اما او قسمی که مردم میگه فای نیست جناب دانشیار صاحب. این همی پتاقی هایی که در حوزه می پرنم فقط عین ضربه واری کلاشنکوف واری یا تفنگچه واری فایرش هست، اما در اصل این پتاقی. اما ما ایرام قطع کردیم، مردم گفتم براتون که تا شاه را ما آوردیم بندی کردیم و شاه و موجه کردیم که منتبدا و وکیلا بسیار مردم آمده که برادر امی شاه را چرا آوردیم، اما شاه هم دو مابین پتاقی ها بود که می زدن. مسئله قماندان صاحب این مسئله صرافه که از یک چارایی میبردارن و تا سه چارایی دیگر را کش کده در موتر خود میبرن و بالاخره جسدش در این سرک مندازن و این روز اول قماندانی امنی هم موضوع را رد کرد، حوزه چار هم موضوع را رد کرد، باز بعدن امروز برادر بیچاران پیدا شد که پیسای از هم گم است، دیگه از هم گم است، خودشان به قتل رسیده. آیا شما خود کامره های دارین در چارایی ها و همچنان پوسته های تلاشی ایجاد کردین در چارایی ها؟ چطور این آدم ها در سه چارایی میبرن و هیچ کس به دادش نمیرسه؟ من دانشیار که من بیخین شنید و میالیم امیل ازم هر صبح رادیو شما را بشتم در دفتر که من ساعت 6:30 میرسم. بله. 7 بجه رادیو شما را میگیرم. برای ما میام دیشار از مراپوری صد کده برای ما بالاتر است و ما قاطعا کار امیگاپای شما اجرا میکنم. بله. و ما در این ارتباط قضیه که رخ داده ما امیراپورای دو روزه گرفتم که هیچ روا راپور به اینام برای ما ثبت نشده. اما فعلا ما را گرفتم عامر اوزی مربوطین شا خواستیم که چهار اوزه را صبح خواستیم. من هر افت که چهار اوزه را میخوایم و قایه که صورت میگیره اونجا مشکلاتی که میباشه زیادتر او عامر اوزه را هفته که زیاد جرم در صورت میباشه جا میخواییم و را ایزار میکنیم و بارش میفهمانیم که شما باید اجرات بکنیم.
ما میاوزی چهارم یال خواستیم انشالله در این مورد با شخصا براتون معلومات میتونم که موضوع چی قرار است چطور است. ما کمره ها رو چک میکنیم انشالله، اما موضوعی که برادر ما گفت شنیدم او رو هم چک میکنیم. در صورتی که غفلت شده باشه ما براتون اطمینان میتونم که ما سر مدیر جنایی، سر کارمند شدیده، سر قماندان طولای مربوطش ما حتما جزا رو براش تعیین میکنیم یا تغییر و تبدیل میکنیم. اما خواهش ما از دوستای ما، از همشهری های ما ای است که در این مورد تنها پلیس خود در هر جای نمی باشند، در هر نقطه نمی باشند، پلیس خود بسیار کم است. مردم با یک حمایت باید بکنن. مردم هم حتی کراچی را ساد کرده اگر کتی پلیس جنگ میکنه بازینه قدنده را میکشه در جان پلیس. اما در جان سارق یک روز نفی دیدیم که در جنده را کشده باشن، سارق زده باشن، یک آدمی که زرگو زده باشن و این کار کرده. همیشه در جان پلیس نمه قدنده را کراچی وانا میکشه. هر دیمه ای است که مردم هم مسئولیت دارده ای باره. مردم هم باید وظایف خود بفهم در مورد امنیت کابل که چی باید بکنن. انشالله در این مورد بر در معلومات خواهد دادم. یکی مسئله محترار را که به سرقت میبرند زیاد شده، جناب قماندان صاحب که این موضوع را هم باید جدا تعقیب کنین که حتی از داخل شفاخانه برده که پلیس اوجا پلیس داره، پلیس گفته که سلا نداری، گفته نه موتر خود داخل برده، وقتی که بعدا مریض خود گرفته آمده که موتر درک نداره. صاحب ما باید عرض بکنم که اول فازی شب ما موتر راستین سرقت موتر داشتیم زیاد بود. بله. اما با فضل خدا این نمیال گراف جرائم کابل به شما هست که در این ما گراف جرائم ما پایین آمده، تقریبا 4.5% پایین آمده. اما در مورد سارقین موتر ما زیاد سارقین دانشیار که اگر ما جدولش رو برطانون کنیم که سر چقدر سارقین موتر گرفتیم، حتی سارقین موتر سنایشون 14 و 15 ساله است. ما این را دستگیر کردیم، گرفتیم یاره و بعد پنجه قانون سپردیم. سطح جرائم پایین آمده به فضل خدا و سطح سرقت های موتر هم پایین آمده. ما امروز به امشاو ما 2-4 سرقت داشتیم که دو واسطه به حوزه 5 سرقت شده. شما تصمیم رهبری وزارت امور داخله و قماندان زینی کابل در جرای قماندان صاحب اگر سبا وقت داشتین که بین یک نیم ساعت راجع به می کابل و امنیت کابل گپ بزنین از طریق رادیو، این مردم هم مشکلات خود بگوی خوب بسیار خوب میشه. ما میشنویم، ما هر روز دانشوار که بینمی لحظه رادیو سارا میشنویم، مشکلات مردم هم میبینیم. ما یک راپور صدام داریم که به اوجام به فضل خداوند مردم زیاد شکایت خود بسرد میکنن، ما اجراعات کردش میکنیم. تشکر جناب قماندان صاحب. این مدعی مفهوم از این نیست که ولی جرایم در کابل زیاد شده. دانشوار که ما شما از قبل در کابل بودیم، در اینجا بزرگ شدیم، این جرایم از قبل بوده هست و پلیس همیشه کوشش میکنه که جرایم بشه را بگیرن و بعد پنجه قانون بسپارن. خیلی ممنون، زنده و سلامت باشین جناب جان راسب. سلامت. داوود امین فرمانده پلیس کابل بود که بسیار موضوعات را رد کردن و بسیار موضوعات را قبول کردن.